آیه وکیلی، شما گفتید ما از یکی از محاسن برجام اینه که از فصل 7 اومدیم بیرون. ما زیر فصل زیل بنده به فصل 7 بودیم. آره. تو کدوم قطعنامه؟ قطعنامه تو هیچ قطعنامه. بذار من بهتون بگم. بدترین قطعنامه که قطعنامه 1929 بوده تو مقدمه‌اش ذکر میشه که ماده 41 فصل 7. خب. یعنی اون اصلا فصل 7 فصل 7 که میگم ماده 42 شه که بحث جنگ و اینا مطرح میشه و نکتهش به اینه برجامی که امروز در واقع حالا شما ازش دفاع میکنید با تحلیل خودتون در مقدمش تحریم های قبلی قطعنامه های قبلی تجمیع شده باز ذیل ماده 41 فصل 7، یعنی اونجاش الزام آوره ذیل ماده 41 اومده دوباره، پس اصلا فرقی نکرده، فقط قطعنامه های قبلی مفادش اومده توی قطعنامه جدید تحت عنوان 2231 جمع شده، مثل همون تحریم‌های موشکی، تحریم‌های تسلیحاتی که همش بهانه هسته‌ای بوده. نقض اجازه بدید من هم نگفتم که فصل اول. فصل اول چی؟ فصل اول همین مثلا فصل هفتم. فصل هفت. فصل هفت. نقض این بخش اول به صورت حقوقی تبعات بخش دوم را نداره؟ خب من از شما سوال میپرسم الان مگه ما قطعنامه 2231 رو داریم کامل اجرا میکنیم؟ الان که داریم نقض میکنیم خیلی چیزاشو. خب باشه، برای اینکه طرف مقابل نقض کرده. خب برای اینکه طرف مقابل بدتر شد آقای وکیل، اینکه بدتر شد ما سر قطعنامه 2231 ما به لحاظ حقوقی ضمانت اجرای ما به لحاظ حقوقی نقض نکردیم، الان جهان همچنان بس و تا نقض کردیم کیو نقض کردیم آقا، الان تایید میکنه مراکز مجامع تعهدات هسته‌ایمون رو، تعهدات هسته‌ای ایران پای تعهداتش هست، تعهدات هسته‌ایش بله، مثل اینکه راکتور عراق اومدن دیدن کامل بتون ریخته شده بله. تموم شده، سانتی ویژا 19000 تا شده 5000 تا، 98% مواد غنی شده همه رو دادیم رفت، اینا رو تایید میکنن، ولی ما یه چیزی پذیرفتیم مثلا قطعنامه 231 که سر این مذاکره کردیم، مذاکره کننده ما با اونها و اون رو پذیرفت، از جمله تسلیحات موشکی و نه دیپلمات های ما میگن که اصلا شامل خب نه اونا که میگن تحریما برداشته شده، حرف دیپلماتون اگه درست بود که خوب میگن نه ببین من میگم اینی که شما این حرف دقیقی نیست که ما مثلا زل فصل 7 بودیم الان نیستیم، نه اون موقع بودیم نه هست الان هستیم، تو شما میگین حق هسته ای برای وکیلی، من عذرخواهی میکنم از این جهت میگم که ادعاها میشه ولی ثابت نمیشه، ببینید ما اصلا کجای برجام اومده گفت حق هسته ایران، ایران به عنوان تنها کشور در طول تاریخ که با برجام مشخص شده که انحراف نداشته به سمت سلاح هسته‌ای، در این حال شده یک استثناء در تاریخ جهان، حتی از حقوق اولی ما در ام پی تی هم عدول شده توش. ثابتی جان در مقدمه برجام به صراحت میگه که ایران انحراف نداشته. خب این که گزارش قبلی آژانس هم باشه انحراف نداشته، سال 86 آژانس گزارش داد اینو ثابت کرد انحراف نداشته، در چارچوب این پروتکل، در چارچوب وقتی به شما اجازه میدن که در در مقیاس 5000 سانتریفیوژ شما اجازه غنی سازی داشته باشی و با غنای 5.5% شما غنی سازی بکن، معناش این هست اینا که شما این اجازه رو داری به شرطی که تحریم نباشیم همزمان باش، نه نبودیم الان الان هم تحریمیم، تحریم هستی هستیم، میگم الان تحریم یک جانبه ایم، تحریم خلاف جامعه جهانی، این تحریم تحریم ظالمانه است، جامعه جهانی میگه این تحریم ظالمانه است، قبلا که عادلانه نبود الان اون موقع هم ظالمانه بود الان هم ظالمانه است، حداقلش اینکه موقع سازمان ملل برجام امضا کرده بود، شورای امنیت سازمان ملل امضا کرده، امضای سازمان ملل که شما بهت از این اسرائیل به رسمیت شناخته، چه ارزشی داره دیگه، بالاخره حکم جهانی است، بالاخره اگه ببین شما میگه خب بپذیریم ساختارو، بله دیگه ما تو این ساختار دیگه بچا بقیه‌اش رو نمیپذیریم، باشه هر جور اون اسرائیل هم بریم بپذیریم نمیشه، ببین برادر عضویت ما در جامعه جهانی یعنی برمیگردی به یه فلسفه سیاسی که مبانی معرفتی مورد نزاعی داره، یعنی باید برگردیم اینا از مبدأ و معاد با هم بحث بکنیم، ما قواعد سازمان جامعه جهانی را اگر در مطلوبمون این هست که نپذیریم و قواعد خودمون حاکم بکنیم، یعنی هنجارها را مطابق هنجارهامون بکنیم، این مطلوبمونه درسته، اما حفظ نظام به این هست که ما هنجار یعنی الان بقا نظام به اینه که ما بجنگیم برای تغییر هنجارهای جهانی، آیا بقای نظام این باشه که بقیه هنجار رو بپذیریم چی؟ نه نپذیریم، بقای نظام به پذیرش حداقلی قواعد جامعه جهانی است، پذیرش حداقلی قواعد جامعه جهانی برای حفظ هنجارهای حداکثری خودمون،
برای حفظ هنجارهای حداکثری شما چاره ای نداری نه مگر اینکه چون عضوی از جامعه جهانی هستی، شما کشوری هستی عضو سازمان ملل، شما نمیتونی نه عضو سازمان ملل باشی، البته عضو سازمان ملل هستی سرت بالا میگیری، رژیم صهیونیستی نه با عنوان عضو سازمان ملل نمیپذیری، با اینکه این رژیم قواعد دولت ملت را چیز شامل حالش نیست، فقط این دولت نیست، فقط هم بحث اسرائیل نیستش، هنجارهای جهانی خیلی چیز دیگه هم باشه فعلا اون، یعنی به هر حال در کانون این نظام جهانی شما پذیرفتی که باید تجارت بکنی با جامعه جهانی، خب پذیرفتی که باید مبادله بکنی، کلمه خوبی گفتین آقای وکیلی، تجارتی که شما میگید ما چرا تو برجام با هزینه هایی که دادیم، خود از اتالیا هم الان اشاره کردیم به بعضیاش، هزینه کمی هم نبودش، درسته با وجود همه هزینه هایی که ما در برجام دادیم چرا بدیهی ترین تحریم های هسته‌ای رو نتونستیم برداریم؟ برای اینکه مثل طرف مقابل طرف پایبندی نیست. خب اینو که ببخشید قبلا یه عده میگفتن دلواپسان نمیذارن کار کنیم، بس دیگه دست شما بود بزن حالا ما میخوایم انجام بدیم. آقای ثابتی ببین، در دعواهایی که شو راه میفته، خب دعوای داخلیه، شما کی متوجه شدین طرف مال طرف قابل اعتمادی نیست انصافا؟ قبل از برجام این اعتقادو داشتید؟ واقعا من میدونستم که ماهیت آمریکایی‌ها ماهیت این نیست اینها که بیان تا آخر پای این تعهدات بمونن. خب پس چرا دفاع میکردید؟ باید آقا فرق میکنه شما برجام را امضا میکنی که جامعه جهانی را از پشت سر آمریکا بیاری بیرون، شما برجام را اومده بیرون امزا... جامعه بله آوردی بیرون، اما آمریکا زورش جامعه جهانی به لحاظ حقوقی پشت سر ایرانه، به لحاظ حقوقی به چه درد میخوره وکیل؟ آفرین، به چه درد میخوره، اما به لحاظ اقتصادی پشت سر ایران نیست. چرا؟ چون منافعش بهش اجازه نمیده، ولی به لحاظ حقوقی پشت سر ایرانه، در حالی که قبلا به لحاظ حقوقی جامعه جهانی پشت سر امریکا بود.